این تانک مدکاب است. زره پوشی 65000 کیلویی که تصمیم برای ساخت آن در میانه های سال 1970 گرفته شد. پروژه مرکاوا به دلیل هزینه‌های بالا درون رژیم صهیونیستی مخالفانی داشت، اما موافقان معتقد بودند مرکاوا تحولی در حوزه تانک‌ها خواهد بود و به عنوان نماد تکنولوژی این رژیم در دنیا شناخته خواهد شد. آمریکا پیشنهاد فروش تانک آبرامز خودش را به ما داد، اما وزیر دفاع و اسرائیل تال از فرماندهان ارشد ارتش این پیشنهاد را رد کردند. سال 1979 بود که اولین نسخه از مرکاوا ساخته و وارد ارتش شد. در سالهای بعد و پس از ساخت نسخه های 2 و 3، نوبت به نسخه 4 رسید که سال 2004 ساخته شد. طبق اعلام صنایع نظامی رژیم صهیونیستی، نسخه 4 مجهز به سامانهای ضد موشک، رادارها، حسگرهای پیشرفته حرارتی و سامانه هشدار لیزری بود. اما کمتر از 2 سال بعد، سال 2006، اولین میدان جنگ برای آزمایش نسخه 4 مرکاوا آغاز شد در کنار دیگر نسخه ها. این تصاویر مربوط به جنگ 33 روز است. تانک هایی که سازندگان از آن به عنوان عرابه خدایان یاد می کردند در حال حرکت به سمت مرزهای لبنان هستند. طبق اطلاعات منتشر شده، در همان روزهای ابتدایی 50 مرکاوا از سوی حزب الله هدف قرار گرفتند. حزب‌الله منتظر تانکا بود و دقیقاً میدونست چطور به اونا ضربه بزنه. اونا دقیقاً میدونستن که نقاط آسیب پذیر تانک کجاست. ما در اون جنگ تعداد زیادی تانک و نظامی از دست دادیم. جنگ به پایان رسید و بررسی عملکرد مرکاوها آغاز شد. تانکی که طبق اطلاعات تا قبل از سال 2006 برای توسعه و ارتقاء آن بیش از 6.5 میلیارد دلار هزینه شده بود، حالا با آسیب پذیری در جنگ مقابل حزب الله آینده ای نامعلوم داشت. بحث هایی در اسرائیل وجود داشت که آیا ما باید به تولید مرکاوا ادامه بدیم یا نه. اسرائیل جایی کوچیکیه و ما باید برای مرکاوا خیلی خرج میکردیم. تلاش ها برای افزایش توانایی مرکاواها ادامه داشت تا 1 سال بعد، در سال 2007، شرکت رافائل سامانه جدیدی برای این تانک پیشنهاد کرد به نام حفاظت فعال. 3 سال بعد هم در سال 2010 اولین آن بر روی نسخه 4 مرکاوا نصب و عملیاتی شد. سامانه‌ای به نام تروفی که طبق اعلام سازنده تیان 4 رادار در 4 طرف برجک تانک قرار می‌گیرد. کار آنها کشف و ردگیری اهداف به صورت 360 درجه است.
رادارها اطلاعات هر پرتابی را که به سمت تانک می آید به رایانه مرکزی سامانه منتقل می کنند تا محاسبات نسبت به زمان و زاویه انجام شود. در ادامه دو پرتابگر در هر سمت تانک گلوله های شبیه ساچمه را به سمت پرتابه هدف پرتاب و آن را منهدم می کنند. آنطور که اعلام شده تروفی قادر به درگیری با راکت های ضد زره، موشک های هدایت شونده و گلوله های پرتابی از سایر تانک هاست. سامانه در سال 2014 برای اولین بار در تهاجم به غزه در میدان جنگ آزمایش شد و طبق اعلام صهیونیست‌ها عمل کردی قابل قبول داشت. تیپ 401 زرهی مجهز به سامانه تروفی است. همونطور که میبینید این سامانه از نظامیان ما محافظت میکنه. تا اینجا همه پرتابه هایی که سمت ما اومدن منهدم شدن. افتخار میکنیم در این حوزه پیشتازیم. فکر میکنم تنها سامانه‌ای که در جهان کارایی اون در جنگ ثابت شده این سامانه است که در آخرین عملیات نظامی در غزه به کار گرفته شده. ما بیشتر از 15 سال برای توسعه این سامانه وقت صرف کردیم. پس از تهاجم به غزه در سال 2014 شواهد نشان میداد سامانه در محافظت از مرکابه ها عمل کرده موفقی داشته و همین موجب شد تا آمریکا هم برای خرید آن و نصب بر روی تانک های آبرامز اقدام کند. ما سیستم تروفی را انتخاب کردیم که احتمالاً کامل ترین سیستم موجود برای تانک محسوب میشه. حدود 6 ماه طول کشید تا تونستیم سامانه تروفی رو بر روی آبرامز نصب کنیم و 6 ماه هم طول کشید تا تونستیم عملکردش رو در ارتباط با سطح و دامنه برد ارزیابی کنیم. حالا اعتمادها به تروفی بیشتر شده بود. پس از تانک‌های آمریکایی نوبت به تانک‌های آلمانی هم رسید. این کشور تانک‌های لئوپارد 2 را به سامانه تروفی مجهز کرد. تروفی اما باز هم مشتری پیدا کرد. پس از آمریکا و آلمان، انگلستان هم برای خرید تروفی اقدام کرد. وبگاه ارتش این کشور به نقل سرهنگ ویلباو، مدیر برنامه تانک ارتش انگلیس، در خبری اعلام کرد: این لحظه هیجان انگیزی برای ارتش است، زیرا ما اولین گام ها را به سمت سیستم حفاظت فعال برای تانک چالنجر سه برداشتیم. همچنانی که صادرات تروفی به دیگر کشورها ادامه داشت، ارتش رژیم صهیونیستی کار تجهیز نسخه چهارم مرکابا و انواعی از نفربرها از جمله خودروی زرهی نمر به سامانه تروفی را آغاز کرد. سال 2023 از راه رسید و در اواخر آن عملیات طوفان و لغزا آغاز شد. در میانه عملیات اما تصاویری از انهدام مرکابه ها یکی پس از دیگری منتشر می شد.
آنها از سوی نیروهای مقاومت فلسطین و لبنان هدف قرار می گرفتند و از صحنه نبرد خارج می شدند. این ادامه مرکاباها اما در شرایطی بود که آنها از طرفین تانک مورد اصابت قرار می گرفتند. در جایی که سامانه تروفی با حفاظت 360 درجه فعال بود، مثل این مرکاوا که توسط حزب الله از طرفین منهدم شد. طبق اطلاعاتی که در زمان معرفی تروفی منتشر شده بود، این سامانه می توانست پس از درگیری با پرتاب اول بعد از 1.75 ثانیه دوباره مسلح شود و با پرتابه بعدی درگیر شود. اما کمی قبلتر مرداد ماه 1402 حزب الله از سامانه‌ای به نام سار الله رونمایی کرده بود که گفته می‌شد قادر است دو موشک را در کمتر از 1 ثانیه، یعنی به فاصله زمانی 0.4 ثانیه از یکدیگر شلیک کنند. و این یعنی سامانه تروفی پس از درگیری با موشک اول زمان لازم برای مسلح شدن و مقابله با موشک دوم را ندارد و در نهایت تانک هدف قرار می گیرد. در سوی دیگر نیروهای مقاومت فلسطین هم با سلاحی متفاوت از حزب الله لبنان از سامانه تروفی عبور کردند. در میان روزهای عملیات آنها از سلاح دستسازی به نام یاسین رونمایی کرده بودند. که باز هم مرکاوه ها را از طرفین منهدم می کرد، از زاویه‌ای که تحت پوشش 360 درجه سامانه تروفی بود. تصاویری از تمرین نیروهای مقاومت فلسطین نشان می دهد دو نفر از رزمندگان همزمان به سمت یک تانک یا نفر بر هدف گیری می کنند. در لحظه شلیک اما آنها راکت ها را در فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر شلیک می کنند و در ادامه همان زمانی که تروفی با پرتابه اول درگیر می شود، پرتابه دوم از سامانه عبور می کند و در نهایت تانک را منهدم می کند. تاکتیکی مانند همان سامانه ضد زره حزب الله لبنان. همچنین تصاویر دیگری از انهدام مرکاباها نشان می‌دهد رزمندگان خود را به نزدیکترین نقطه نسبت به تانک می‌رسانند، فاصله زیر 50 متر. تا هم راکت ها بتوانند بیشترین آسیب را به زره فولادی تانک برسانند. و هم در این فاصله و مدت زمان کوتاه سامانه نتواند اطلاعات راکت را پردازش کرده و با آن مقابله کند. الله اكبر
این عملیات‌ها، اما مهارت فردی رزمندگان مقاومت در انهدام مرکاباها نقشی تأثیرگذار دارد. راکت یاسین هدایت شونده نیست. یعنی در جنگ شهری رزمنده باید پس از دویدن به سمت تانک در لحظه در موقعیت مناسب متوقف شود و در زمانی که حسگرهای حرارتی تانک هر جنبنده ای را در اطراف تشخیص می دهند با تمرکز کافی و بدون لرزش دست خودش هدف را نشانه گیری کرده و راکت را به سوی آن روانه کند. رزمنده شاید در لحظه تنها یک بار شانس هدفگیری داشته باشد. اما سامانه تروفی فقط از طرفین مورد آزمایش قرار نگرفت. در میان روزهای جنگ و در میان تصاویری که هر روز از انهدام مرکاباها منتشر می شد، این تصویر هم منتشر شد. در نگاه اول انهدام این مرکابای نسخه 4 هم شبیه به انهدام دیگر مرکاباهاست. اما دقت بیشتر نشان می دهد موشکی از بالا این تانک را هدف قرار می‌دهد. این انهدام نه کار سامانه سارالله و نه کار دوشپرتاب یاسین بود. موشکی که تا به حال در صحنه نبرد دیده نشده بود و هنوز نیروهای مقاومت اطلاعاتی از این موشک منتشر نکردند. اما طبق شواهد این موشک میتواند از خانواده تاپ اتک ها باشد. موشک هایی که پس از شلیک اوج میگیرند و از بالا روی هدف شیرجه زده و به آن اصابت میکنند. جاولین آمریکایی، اسپایک ساخت صهیونیست ها و صدید ساخت ایران از نمونه موشک های ضد زره تاپ اتک هستند. این هم تصویری از پهپادهای نیمه تجاری کوچک است که در فروشگاه های اینترنتی در دنیا قابل خرید هستند. با رقم میانگین 1500 دلار. معادل رقمی نزدیک به 75 میلیون تومان. در این تصویر یکی از همان پهپادها یک راکت ضد زره را با خود حمل می کند و این بار از زاویه دیگر سامانه تروفی را غافلگیر می کند. زاویه‌ای که طبق اعلام سازنده سامانه تحت پوشش تروفی بوده.
این آخرین تصاویر از مرکاوا است. پوشش سقفی دستساز که روی تانک ها جوش داده شدند برای جلوگیری از انهدام مرکاواها در حضور سامانه تروفی 820 کیلویی. تانکایی که برای فروش به سنگاپور در سال 2014 هر کدامشان 10 میلیون دلار قیمت گذاری شدند، یعنی قیمت هر مرکاوا رقمی نزدیک به 500 میلیارد تومان. اما آنطور که شواهد نشان می‌دهند، استفاده از سلاح‌های ضد زره مناسب مانند یاسین و سارالله و مهارت فردی رزمندگان بخشی از عوامل موفقیت آنها در انهدام مرکاوها بوده. و هنوز مشخص نیست نیروهای مقاومت چطور نقاط ضعف این سامانه را شناسایی کردند و از آنها در میدان نبرد استفاده کردند. از دیگر تاکتیک هایی که برای عبور از سامانه تروفی به کار بردند هم اطلاعاتی در دسترس نیست. الله اکبر. سامانه‌ای که شرکت رافائل در سال 2021 در بیانیه اعلام کرده بود تروفی از زمان اولین رهگیری عملیاتی آن در سال 2011 بیش از 1 میلیون ساعت روی زره پوش‌های مختلف فعال بوده، 5400 آزمایش میدانی انجام داده و تاکنون اجازه نداده هیچ آسیبی به زره پوش‌ها وارد شود. رافائل در پایان اعلام کرده بود با سفارش دهنده ها برای تحویل بیش از 1800 سیستم تروفی قرارداد دارد. یکی از آن سفارش دهنده ها آمریکاست برای تانک آبرامز. آنطور که شرکت جنرال داینامیک سازنده تانک آبرامز اعلام کرده، رقم دومی قرارداد آمریکا برای نصب تروفی روی آبرامز ها 280 میلیون دلار بوده. برخی نشریات و وبگاه های نظامی تعداد این تانک ها را 300 در راده اعلام کردند که با این حساب یعنی آمریکا برای نصب هر تروفی روی هر یک تانک رقمی در حدود 900 هزار دلار هزینه کرد، رقمی نزدیک به 50 میلیارد تومان. سامانه که پس از موفقیت در سال 2014 حالا در پایان سال 2023 باز هم آینده ای نامعلوم دارد. مشاعل للدبابة هاي شايلة شيل شايلة شيل مجنود فحم وجوا الله أكبر ولله الحمد. سامانه‌ای که امتحانش را با مرکاوا پس داد. اما هنوز میدان جنگی را با آبرامز آمریکایی، لئوپارد آلمانی و چلنجر انگلیسی تجربه نکرده.